انتحار کننده در نخستین ساعت‌های روز آرامش این بخش کابل را برهم زد. این نیروها یک همکارشان را از دست دادند و دو همکار دیگرشان زخم برداشته است. صبح امروز ساعت 10:50 یک انتحار کننده که پیاده بوده از این طرف میآید و میخواهد خودش را به نزدیک موتر کارمندان کمیسیون انتخابات که میخواسته به داخل بره برسانه، اما نیروهای امنیتی که در اینجا بودن او را شناسایی میکنن و به طرف تیراندازی میکنن. در مو وقت است که انتحار کننده در اینجا مواد امرایش را منفجر میسازد و هنوز هم پارچه های بدن انتحار کننده، خون و بوی خون در اینجا وجود داره. در این رویداد چند تن از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند، همچنان دکانداری که در اینجا بوده و شدت زخم برداشته. زخمی ها را دو تا خواهر ما بودند که چند تا برادر ها بودند، اینا را گرفتیم داخل آمبولانس و داخل موتر زود به شفاخانه انتقال دادیم. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات، یک بانو که در بخش بانک اطلاعاتی این نهاد کار میکرد و در این رویداد به سختی زخم برداشته بود، در شفاخانه جان باخت. این رویداد کارمندان کمیسیون را هراسان ساخته است و آنان امروز به گونه عادی به کارهایشان رسیدگی نتوانستند. مردم افغان شده بود، یک نفر شهید شده، یک پنج شش نفر هم زخمی شده. هدفش ما تا هنوز تشخیص داده ندانستیم که واقعا کارمندان کمیسیون انتخابات بودن یا منصوبین پلیس ما بودن. قصد داشتن که در این قسمت خود به هدف نزدیک بکنه که خوشبختانه از طرف نیروهای امنیتی پلیس ملی شناسایی شد، مورد هدف قرار داد و زمانی که فایر سرزی صورت گرفت این انفجار کرد. مسئولیت این حمله انتحاری را گروه داعش پذیرفته است.